8 бора, яъне фестивали оши палав баргузор мешавад. Қарор аст имрӯз аз деги як тона ош бихӯранд мардум. Ҳоло оғози рӯз аст ва ҳоло ҷашнвора кулан оғоз нашудааст. Имрӯз тамоми ошпазҳои моҳир дар ин фестивал иштирок мекунанд ва маҳорати худро ба тамошобинон ва онҳое ки мечашанд нишон медиҳанд. در باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده با سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی فستیوال آش پلو برگزار گردید. چورابینی مذکور با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برگزار گردیده در آن زیاده از 200 نفر آشپزان بهترین از گوشه و کنار مملکت جمع آمده مهارت خود را پیشنهاد ساکنان و مهمانان پایتخت نمودند. در دایره برگزاری فستیوال آش پلو در حدود باغ 400 دگ آشپزی از جمله 200 عدد از شهر دوشنبه، ولایت سوخت 50 دگ، ولایت ختلان 50 دگ، شهر تورسونزاده 15 دگ، ناحیه حصار 15 دگ، ناحیه رودکی 30 دگ و شهر وحدت 10 دگ گذاشته شده، بیش از 10000 کیلوگرم آش پلو آماده گردید. داره که در بالا قید کردیم در چنین دگی بزرگ بار اول تجربه کرده می شود همه مثلا محصولات هایی که در این دگ مثلا در این حجم استفاده می گردد یعنی ترش برای چنین تیار کردن چنین آش پلو در اونجا نوشته شده است و برای شما خواهیم گفت اما می خواستم بپرسم که از کی شروع کردید شما با تیار کردن چنین آش پلو از ساعت 12 شب سر کردیم تو بین می وزیرا خوب آش تیار است وزیدن حالا آش تیار است به اصطلاح که دم پرتفته شده دم پرتفته تیار شده که مثلا اینو 6 نفر آماده کرده است 6 نفر آماده کردیم شما از بار اول خودتون در این بار اول در یک تونگان و چی فرق دارد مثلا فرقش همین است که خیلی دشواری دارد پس سر کردیم با خوشی حالا خودتون چه شدید که میگید پسی سر کردید؟ من باوری کامل دارم که از همین نمود افت همین آش این جای نمایان را اشغال میکنه در این دگی بزرگ در حجم 250 کیلوگرم برنج 350 کیلوگرم سبزی 200 کیلوگرم گوشت 40 لیتر روغن زغیر 50 لیتر روغن آفتاب‌پرست 30 کیلوگرم پیاز 1 کیلوگرم زیره 1 کیلوگرم مرچ 5 کیلوگرم مویز و 1 کیلوگرم زلال یا با استیلو بربریس آش پلو آماده نمودند که بنا به گفته مسئولین حجما 1 تن را تشکیل می‌داد برای مهمانان و حکمان آزمون نمودهای گوناگون آش پلو ملی به مانند آش پلو با برنج دوزیره، آش پلو با برنج کنجه، آش پلو با کپک کوهی، آش پلو با روغن زغیر و تخم خربوزه، آش پلو با قزی، آش پلو با کشمش، آش پلو با تخم بدونه، آش پلو با گوشت مرغ و غیره تیار و پیشنهاد کرده شدند. یکی از زنانات بسیار خوب ملت دوست عزیز کشور دوست ما تاجیکستان است و این خیلی یک عنعنه خوب است در افغانستان هم ما چنین عنعنات در قسمت پختن آش پلو و دیگر غذاها داریم و این از اینکه تعداد زیاد مردم در اینجا جمع شدن و این موفقانه بخیر تیر میشه بسیار مزه‌دار است
و ایره بر ملت تاجیک برای همیشه تنجی ملت تاجیک دیگه خواهان هستیم که همیشه آرام آباد باشن و ما همیشه بیاییم از یه آشپلو بخوریم. آش پلو تمام ملی تاجیکان و بعضی دیگر خلقهای آسیای مرکزی و قفقاز میباشد. در فرهنگ نظام شرح کلمه پلو چنین آمده است: پلو اسمی تمامی که از برنج و روغن و گوشت پخته میشود و نام تکلمی امروز پلو است. آش پلو در آسیای مرکزی تمامی خیلی معلوم است و طرز و نمودهای پخت و پز این خوراک گوناگون است. کلمه پلو تاریخ قدیم داشته، در زبانهای عربی و سعودی هم منصوب بوده است. افاده پلو در زبان اوستایی نام رستنی را دارد که در آب نشونامو میکند. در زبان سعودی هم با چنین معنا به کار میرود و حتی در گوشه های محلی کلمه پل تغییر معنا کرده امروز جای کشت و گوشه از کشتزار را میفهموند. یعنی ریشه کلمه پلو از نام رستنی که در آب میروید گرفته شده است. پلو از حاصل رستنی آبی برنج یعنی شالی پخته میشود. این کلمه من بعد از زبان فارسی قدیم به زبانهای دیگر، پیش از همه به زبان هندی قدیم سانسکریت انتقال می‌یابد. زن تاجیک وقتی که به خانه مهمان می‌آید حتما آش رو می‌پزد، چون که آش بهترین خوراک ملی تاجیکی می‌باشد. و امروز در اینجا ما چند نمودی طرز پختن آش رو دیده استادیم که از چند منطقه‌های کشور در اینجا جمع شدند و ما میبینیم که بهترین دسترخوان تاجیکی در اینجا اورا داده شده است و تمام طرز خوردنی ها در اینجا نشان داده شدند. نان ها و تمام خورش ها زیباگی رو ما در اینجا میبینیم. مقصد از برگزاری فستیوال معرفی فرهنگ دستورخوانداری، ترغیب و تشویق هنرهای آشپزی، حفظ ارزش‌های ملی و ارزگذاری به میراث فرهنگی خلق تاجیک در دایره تجلیل سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی میباشد. تصمیم گرفتیم که در روز فستیوال آش یک تم آش نوی قهوه‌خانه با ایزوجان با هموطنان پیشنهاد کنیم. آش شما چی فرق داره؟ فرقیت آش ما در این که ما با گوشتی بودونه استفاده میبریم، بعد بلغوری سرخ، لیمون برای سلامتی فایده داره. آش پلو بسیار خاصیت های بسیار داره. من میبینید هر یک فردی تاجیک چی معرکه یک کنند در رو آش پلو تشکیل میکنند. آش پلو بسیار خوب و خاصیت های شفا بخشش هم هست. آش پلو نموداش بسیار میشد. گرونجوی کنجه، گرونجوی دیو زیره میگون، گرونجوی لازر میگون، سه خیل، چهار خیل، پنج خیل، در دوزده نمودی آش هست. من اینجا میبینید ما از ولایت سوخت شهر خوجند سه دیگه کلان آماده کردیم اینجا و دو دیگهش گرونجی کنجه، یک گرونجه گرونجی سمرقندی لازر میگویم. حاضر یک دیگه کمسور گرونجی لازر که کداسیم از یک دیگ هفت تا وقت هفت نمودی آش کشیده پیش مردم به خداخط پیشکش میکنیم. همچنین در دایره برگزاری فستیوال مذکور بهره خوشحالی اشتراکداران برنامه کنسرتی و نمایش هنرهای مردمی شهر و ناحیه های جمهوری تشکیل کرده شد. تشبوسی محترم پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمون و رئیس شهر دوشنبه
در باغ فردوسی شهر دوشنبه آزمون جمهوریوی آشی پلو اعلام کرده شده است و در این آزمون تمام شهر و نایه ها بهترین انواع آشی را روی دسترخوان خود گذاشتند. همزمان بهترین خورش و بهترین دسترخوان آشی با پیشنهاد انانه های ملی امروز دسترخوان گستردند. تمام ساکنان جمهوری تاجیکستان و این اید با یک تیاری خاصه آمدند و این اید را به همگان مبارک میگویم و همه وقته انانی خیر دسترخوان خلق تاجیک پر از ناز و نعمت و در روی دسترخوان خود در مرکز دسترخوان خود آش ملی تاجیکی باشد. اید مبارک باشد هموطنان عزیز. آشی پلاو این خوراک ملی تاجیکان می باشد. اثبات این در آن است که ابوعلی ابن سینا با جوانی کم قوت مصلحت طبی داد که هر هفته یک بار او باید برای پرقوت شدنش آشی پلاو خورد. من بعد کلمه پلاو از زبان فارسی تاجیکی به زبان قوم های همجوار می گذرد و به تلفظ زبان آنها موافق می گردد. آذربایجانی پلاو، ارمنی پلاو، گرجی پلاو، قزاقی پلو، مغولی پلاو، ترکی پلاو و مانند اینها. به زبان روسی این کلمه از زبان های ترکی داخل گشته است. در لهجه های مردم تاجیک امروز شکل درست و قدیمی این کلمه پلاو استفاده می گردد. طبق نظامنامه فستیوال غالبان از روی 5 نامینیسیا از جمله بهترین آشی پلاو، بهترین دستورخوان آشی، بهترین خورش برای آشی پلاو، آرایش بهترین طبق آشی پلاو و بهترین آشخور معین کرده شدند. همین طریق حکمان معین کردند که جایزه های بهترین دستورخوان آشی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، بهترین خورش برای آشی پلاو با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر تورسونزاده، آرایش بهترین طبق آشی پلاو با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و بهترین آشخور با ساکن ناحیه رودکی طاهر ایگمبردیف تقدیم گردید. شاه جایزه باشد با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سپرده شد. کالج مهندسی آموزگاری شهر دوشنبه آن دسترنج دانشجویان خود را که با خود دستی دانشجویان و آموزگاران استادهای تعلیم استحصالی آماده کردند در این نمایشگاه ما به نمایش گذاشتیم. آشی پلو با مزه بازی رو با جزه هر کی خورد این آشه نگزن گشت آشه هر کی خورد این آشه نگزن گشت آشه کدبانوی اغم داتی عاشقی زارم باشی قربان یارم باشی
بیرودی قراتاب شمالی فاران باشم گل دختری حساریه در برکی من باشم لبیرودی قراتاب شمالی فاران باشم گل دختری حساریه در برکی من باشم گل دختری حساریه در برکی من باشم. از 28 نویبر تا 2 دکبر سال 2016 در پایتخت افیوپیا شهر آدیس آبیبا جلسه 11 بین دولتی یونسکو اوید به حفظ میراث فرهنگ غیرمادی برگزار شد. از جانب جمهوری تاجیکستان سال 2015 بخش های آشی پلو همچون خوراک انعنوی و فضای اجتماعی و فرهنگی آن در تاجیکستان و نوروز برای ثبت گردیدن به فهرست شکلی یونسکو اوید به فرهنگ غیرمادی پیشنهاد گشته بود. این بخش ها از سنجش و آموزش کمیسیه متخصصان یونسکو گذشته 3 نویبر سال 2016 در این جلسه نفوذ موردی بررسی قرار گرفتند و با گرفتن اکثر آوازها رسمان به فهرست یونسکو اوید به میراث فرهنگی غیرمادی وارد کرده شدند.